سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده به مناسبت روز جهانی جمعیت بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است علارغم پیشرفت‌های انسانی بزرگ در عرصه تکنولوژی و گسترش آن در جهان، بسیاری از عقب ماندگی و فروپاشی در عرصه‌های انسانی شکایت دارند، موضوعی که اختلافی فاحش در جامعه جهانی به وجود آورده است. مسلمان آزاده افزود امروزه در بسیاری از کشورها حقوق سیاسی، اقتصادی، فکری، فرهنگی و دیگر حقوق‌های انسانی از قوانین آسان آسمانی و قوانین وضعی بین‌المللی فاصله گرفته است و نبود دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و فردی و خیم شدن ادامه دار اوضاع معیشتی و عقب‌گرد توسعه اقتصادی از دیگر فشارهای همیشگی به مردم مظلوم این کشورهاست. سازمان جهانی نفی خشونت با محکوم نمودن این گونه اقدامات حکومت‌ها افزود کشورهای صاحب قدرت با سیاست کنونی خود به صورت فعال در اقداماتی مانند ربودن افراد، خاموش کردن صداهای اعتراضی، مصادره آزادی‌ها، در اختیار گرفتن ثروت ملت‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه‌ها دست داشته و دارند. شایان ذکر از 11 ژوئیه روز جهانی جمعیت یادآور توافقنامه بین‌المللی 179 کشور بر فراهم کردن عدالت انسانی و اجتماعی و اقتصادی در میان جمعیت زمین و خودداری حکومت‌ها از برخورد با نقض حقوق انسان‌هاست.